سلام همگی، چطورید؟ من سینایرو هستم و خوش اومدید به یک ویدیو کاملا متفاوت نسبت به ویدیوهای قبلم که در این ویدیو میخوام به شما کنسولی که به خاطر بازیهای اختصاصی خودش و پرخاطره خودش مشهور هستش و برای شما آنباکسینگ و بررسی کنم که نینتندو سویچ هستش، یکی از کنسولایی که اگر بخواید بازیاشو انجام بدید باید خودشو داشته باشید و جای دیگه ای نمیتونید این کارو انجام بدید. من آخرین کنسولی که فکر کنم داشتم مربوط میشه به خیلی وقت پیش، موقعی که من بچه بودم و اسمش سگا جنسیس 2 بود. این مربوط میشه به زمانی که پلی استیشن 1 بود. اگر میخواستم پلی استیشن هم بازی کنم، برادرم اجاره میکرد پلی استیشن و باهاش بازی میکردم که یادش بخیر، اون موقع واقعا روزگار خوبی بود. ولی در این ویدیو میخوام به شما این نیتندو سویچ رو معرفی کنم و بهتون بگم که دلایل خریدنش برای من این بود که بازیای خیلی پرخاطره ای داره در داخل خودش، مثل ماریو. بریم با هم آنباکسینگ این کنسول نینتندو سویچ رو ببینیم و برگردیم. آنباکسینگ کردن من واقعا سخت بود چون جعبه رو فشار داده بودن توی جعبه دیگه و خیلی وقتی که آنباکسینگ نکردم، فکر کنم از زمانی که دوربینمو گرفتم هیچ آنباکسینگی نکردم. میتونید ببینید جعبه، فکر کنم نسخه 2020 این، یه ذره باتریش قوی‌تر از نسخه های سالهای قبلشه. جعبه‌ش هم فرق داره اگر روشو مقایسه کنید با سالهای قبل. و جعبه‌شو باز دارم میکنم. بله، اینم از کنسولمون نینتندو سویچ و دوتا جایکاناش منم میتونید ببینید اونجا. دارم با گوپرو ضبط میکنم که این جایکانا فکر کنم زیاد مناسب بازی های مثلا حرفه‌ای نباشن، فورتنایت مثلا، به خاطر اینکه آنالوگاش خیلی کوتاه به نظر میان ولی دوگماش خیلی کلیکی هن که از کلیکی بودن دوگماش خوشم میاد. اینم نسخه آبیشه. خیلی خوشحال میشه آدم وقتی یه چیزی رو میخره خراب نیستش. معمولا یه دفعه آدم ببینه که خرابه، خیلی ناجوره. که خود نینتندو رو میاریم بیرون، ببینید نینتندو سویچ. میرسیم به چیزایی که توی ظرفش قرار داره. بذارید ما یکی یکی همه رو هم بررسی میکنیم. من فعلا نمیدونم که اینجا کدوما رو اول بررسی کنم، که اینو که میبینید دارم باز میکنم. اینو وقتی به یکی از اون جویکانا وصل کنید میتونید اینجوری بازی کنید باش، یعنی یکی دسته رو بدید به یه نفر، یکی رو هم بدید به یه نفر دیگه، مثلا ماریو کارت رو بازی کنید با هم دو نفری، که به نظر من چیز واقعا عالیه. اینجا یکم حالا من توی راه اندازی این مشکل داشتم، این یکم گیر داشت. بس شد اینجا، اینجوری میشه بازی کرد باش، یکی رو بدی به یه نفر، یکی رو بده به یه نفر دیگه، یا اینجوری هم میشه باش بازی کرد. اینجوری میشه دو تا دستی هم بازی کرد. اینم توجه کنید که میشه دو تا دستی هم با این جویکانا بازی کرد، ولی کیه که با دو تا دست بخواد بازی کنه یه دونه بازی رو؟ آخر بعد از کلی تلاش آوردمش بیرون نمی اومد اصلا، خیلی داشت اذیت میکرد. من ترسیدم ممکنه بشکنه، خدا رو شکر هیچی نشد، هیچ مشکلی هم نداشت. حالا من اولین بارم بود داشتم چنین چیزی رو میدیدم که خود نینتندو اینم توی نینتندو سویچش قرار داده که شما میتونید جویکانا رو به این دسته مانند وصل کنید و به صورت یک دسته کامل ازش استفاده کنید. بازم به نظر من اون دست راحت برای آدم ایجاد نمیکنه، مثلا کنترلر ایکس باکس یا پلی استیشن نمیشه برای آدم، یا کنترلر خودشون هم فکر کنم داره نینتندو سویچ، یکی از مخصوص باید جدا خریداری کنه آدم. ببینید تبدیل میشه به یه دونه دسته کامل که میشه بازی های مختلف رو روش انجام داد، ولی دیگه شیپ و حالت دسته رو نداره. اگر دقت کنید دسته یک حالت خاصی برای دست داره ولی این نداره. ببینید فقط یکم گوشه هاشو اضافه میکنه برای آدم. به نظر من باید آدم بهش عادت کنه، ولی من هنوز دارم میگم این آنالوگاش خیلی کوتاهن. اینو در میاریم، خیلی هم راحت در اومد. رو این قبلی اصلا خیلی سخت بود، دو تا گیری که براش بس کردم. شارژرش من اول فکر نمی کردم که باید براش تبدیل بگیریم، فکر کنم برای اروپا با برای ایران یه جور باشه، ولی تبدیلی میخواست. HDMI هم گذاشته بودن خدا رو شکر. حالا من HDMI داشتم ولی برای خودش آدم دیگه استفاده میکنه، اورجینال باشه برای آدم. میبینید حالا HDMI هم به شما نشون میدم که کجا باید وصل کنه آدم. روش نوشته نینتندو، یعنی ساخت خودشونه، ساخت جای دیگه این نیستش. این هم شارژرش، خدا رو شکر تبدیلی راحت گیر میاد. آدم از این تبدیلی های سه شاخه میگیره و وصل میکنه راحت دیگه، کنسول رو راه میندازه و شارژش میکنه. میتونید ببینید اینم برای نینتندوه. بعضی از تبدیلی‌ها نمیرفتن داخل این، ولی یه دونه پیدا کردم سریعا مشکل رو حل کرد. حتما تبدیلی داشته باشید اگر میخواین نینتندو رو بگیرید. تبدیلی هم زیاد گرون نیست، مشکلی نداره. اگر میخواین پیداش کنید به هر الکتریکی برید دیگه داره. و من این کانکتورش برای من خیلی عجیب بود. مثلا من فکر کردم مثل برای موبایل و اینجور چیزا باشه، ولی مخصوص خودش بود. USB Type-C و اینجور چیزا نبود. بعد میرسیم به استیشنش که این استیشن باعث میشه که شما بتونید کنسول خودتون رو وصل کنید به تلویزیون یا مانیتور خودتون، یعنی همه کاره میشه این دیگه وقتی ازش کنسول رو بردارید، که خیلی چیزای خوبی هم داره این استیشنش. میتونید ببینید جایگاه قرارگیری نینتندو، اینجا دوتا USB داره. USB فکر کنم تایپ 2، یعنی تایپ 3 نیستش. بعد پایینش رابر بند گذاشتن برای اینکه رو میزتون حرکت نکنه، که اینم واقعا چیز خوبیه و زیاد دست آدم اثر انگشت برمیداره این. بعد پشتش جای HDMI داره، یه دونه USB فکر کنم تایپ 3 داره که خیلی به نظر من خوبه، و یه دونه هم جای برق داره دیگه. جای برق رو باید حتما داشته باشه. ببینید آبی دیدید فکر کنید که حتما USB تایپ 3 یا بالاتر از تایپ 3. رنگش همه چی رو مشخص میکنه برای آدم. روش نینتندو هم هک شده کامل. حالا برسیم به بخش اصلیمون که نینتندو هستش، نینتندو سویچ. الان میگیم نینتندو خالی، بعضیا میگن که آقا اسمش نینتندو نیست، اسمش نینتندو سویچه. من اول فکر کردم یکی از این چسبا روش میزنن، ولی هیچی نبود که آدم بتونه بکنه. میتونید ببینید کامل، خدا رو شکر هیچ خدشی نداشت. منم میتونید ببینید که با گوپرو دارم ضبط میکنم. پشتش نینتندو هک شده. من انتظار داشتم بنویسه مثلا مید این ژاپن یا آمریکا و اینجور چیزا، ولی نوشته بود مید این چاینا دیگه. چیه که اونجا تولید نشه، همه شرکت ها اونجا نمایندگی دارن. اینو که میبینید هم یه جورای نگهدارنده این نینتندو سویچ، همین که اینجا میتونید یه رم اضافه بذارید، چون خود نینتندو 32 گیگ داره و فکر نکنم برای بازی‌های بزرگ حجم کافی باشه اگر بخواید بازی‌های خیلی بزرگ رو درش نصب کنید. من خیلی برام جای تعجب بود که پابجی روی نینتندو نبود. اینم خیلی راحت نصب میکنه. این یکی رو هم نصب میکنم اینجا. کی میگم نصب میکنه؟ نصب میکنم. میتونید ببینید راحت اینجوری میتونید بازی کنید، هر جایی به خودتون ببریدش. که جای حرارت کشیدن داره، یعنی خنک کنندشه. بعد این برم که شما گیم کاردتون رو بس میکنید، یعنی اگر بازی رو فیزیکی بخرید باید از اینجا بس. ببینید روشنش هم کردم، صداشو تنظیم که دارم میکنم اینجا. میتونید ببینید استاد سینا جای صدای مخصوص خودش. به به. خب همونطور که دیدید کنسول واقعا جمع جوری هستش، خیلی کوچیکه، خیلی تو دست آدم راحت جا میشه و آدم میتونه حتی اینور اونورم ببره این کنسولو. که میتونید روی صفحه هم ببینید این صفحه کنسول هستش و کلا بازیایی که توش قرار داره. من تا حالا هیچ بازی رو خریداری نکردم فعلا، به خاطر اینکه اصلا وقت نکردم به کنسول نینتندو بپردازم و سر ویدیوهای دیگه هم داشتم پار میکردم. که میتونید ببینید فورتنایت نصبه، ولی من تا الان فورتنایت رو درش تجربه نکردم، امتحانش نکردم. و توی کامنت ها بگید که اگر میخواین من فورتنایت رو توی نینتندو سویچ امتحان کنم و برای شما ویدیوشو بذارم، چون واقعا دوست دارم که ببینم قراره توی نینتندو مثل پی سی یا کنسول‌های دیگه قدرت داشته باشه یا نه. ولی فکر نکنم با توجه به اون چیزایی که شنیدیم از نینتندو زیاد چنگی به دل آدم بزنه. بازی دیگه ای رو میتونید اونجا ببینید که مربوط میشه به ماریو، که یک ماریو بتل رویاله که 35 تا بازیکن دیگه با شما در داخل بازی قرار میگیرن و این بازیش رایگانه و به صورت بتل رویال هم هست. به صورت کلاسیک شما میتونید بازی کنید و هر کسی که بتونه بیشترین زمانو دووم بیاره برنده میشه. من قسمتشو بازی کردم ولی واقعا سخته و ادامش ندادم. فکر کنم ویدیوشو برای شما حتما قرار بدم در روزهای آینده. بازیهای کلاسیک دیگه هم در داخل نینتندو هستن، یعنی بازیهایی که برای میکرو بودن. یادم یکی از فامیلای ما میکروی خودش رو می آورد خونمون و با میکروی اون بازی میکردیم. کامپیوترمو میدادم به اون و با میکروی اون با برادرم بازی میکردیم. من تازه چند روز پیش فهمیدم که اصلا اسمش میکرو نیست و اسم اون کنسول ترمیناتور 2 که از نینتندو دی اس کپی شده بود. و اگر ویدیو فورتنایتش هم میخواین حتما ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نشه. فکر کنم در روزهای آینده حتما این کارو انجام بدم و توی کامنت ها نظر خودتون رو حتما در مورد این کنسول و بازیایی که در این کنسول هستش بگید. خواستم که تجربه خودم از این نینتندو با شما در میون بذارم. همتون عشقید. من سینایرو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.